در پست قبلی خودم راجع به استفاده از هوش مصنوعی در برنامه نویسی گفتم، چون من خودم یک پروژه رو آوردم بالا برای استارتاپ خودم، یک وب اپ برای مدیریت کاربرها که بعداً راجع به موضوع استارتاپ خودم حتما صحبت میکنم، همراه با یک وبسایت برای اطلاع رسانی و داشبورد کاربرها و همینطور بخش ثبت نام و درخواستای کاربرها به هم دیگه و موضوعاتی در این قبیل. و تمام این چیزایی که الان بهتون گفتم و الان داری میبینین، هیچ کدومش رو من کدی براش ننوشتم و کار من فقط کپی پیست بوده و این قدرتیه که هوش مصنوعی در عصر الان داره به ما میده و اگه درست ازش استفاده بکنید ما میتونیم زندگی خودمون رو عوض بکنیم. به این معنی که اگه میخوای وارد عصر برنامه نویسی بشی نیاز نیست برنامه نویسی بلد بشی. سلام، من بنانم، به کانال من خوش اومدید. این سری از سری ویدیوهای آموزش های کسب و کاری توی حوزه برنامه نویسی و هوش مصنوعی هستش. پس اگه این ویدیو برات با ارزش بود لایک و سابسکرایب یادت نره. کلی الان وبسایت های مختلف الان توی بحث هوش مصنوعی خودشون آوردن بالا، همراه با وبسایت هایی که توی حوزه تولید محتوا الان هستن، وبسایت هایی که واسه تولید محتوای ویدیویی، عکس و تولید حتی انیمیشن. و بیشتر آدمای دنیا مخصوصا داخل ایران به دید سرگرمی بهش نگاه میکنن، یعنی تولید عکس میکنن، حالا آهنگای مثلا هایده یا نمیدونم مثلا هر بازیگر و خواننده‌های دیگر رو واردش میکنن که خودشون رو سرگرم میکنن یا تولید محتوای معمولی خودشون رو داشته باشن. اما ما چجوری میتونیم برای خودمون استفاده درآمدی داشته باشیم، مخصوصا توی برنامه‌نویسی که یکی از پردرآمدترین صنعت‌ها توی دنیا هستش؟ که داخل همین موضوع هم وبسایت هایی الان هستن که اتوماتیک یک وبسایت برای ما جنریت میکنن و به صورت ویژوالی به ما نشون میدن و ما میتونیم همونو استفادهش بکنیم و حتی کدش هم تغییر بدیم و اون شکلی ما میخوایم در بیاد. اما چطور ما میتونیم به هر زبانی، برای هر پلتفرمی، به هر موضوعی که خودمون میخوایم برنامه نویسی بکنیم و اون چیزی که میخوایم از توش در بیاریم؟ تا آخر این ویدیو باش، چون چیزای خیلی عالی رو قرار بهت نشون بدم. بریم سراغ مانیتور تا بهت نشون بدم. قبلا راجع به وبسایت کلاود صحبت کرده بودم و میخوام همین الان از این وبسایت استفاده بکنیم. یک و همینطور ما به جمینای هم نیاز داریم و بهتون میگم که برای چی حالا به جمینای نیاز داریم. جمینای چون الان واسه گوگل هستش و الان دسترسی به وبسایت ها داره و میتونه در اینترنت بگرده، این بخش به درد ما میخوره برای ایده پردازی و برای تحقیق کردن. برای همین اصلا ازش غافل نشید، خیلی میتونه بهتون کمک بکنه جمینای. با اینکه من عادت دارم که به صورت انگلیسی من پرامپتامو بنویسم، اما الان میخوام به صورت فارسی در بیارم و اونو ازش استفاده بکنم که دیگه همه کسایی که فارسی زبان هستن توی این کانال ازش استفاده بکنن. بریم بنویسیم که ازت میخوام چند ایده ساده و کاربردی برای ساخت یک وب اپ برام پیدا کنیم. و حالا منتظر میشیم که برای ما ایده رو برام بسازن. خب ایده های مرتبط توی مدیریت وظایف شخصی و اپلیکیشن ساده برای ایجاد سازماندهی و اولویت بندی کارهای روزانه، مدیریت بودجه شخصی، یافتن نزدیکترین فروشگاه، آموزش آنلاین، پلتفرم ساده، رزرو آنلاین خدمات. ایده مرتبط با زندگی روزمره، ایده مرتبط با کسب و کار، فروشگاه ساده، ایده خلاقانه تولید کننده متن تصادفی، ابزار ساخت لوگو. چیزی هستش که با هوش مصنوعی خوب میشه این کار کرد. اوکی. خب من از همین اولی اصلا استفاده میکنم و حالا بازم برای تحقیق می‌نویسم که برای موضوع، حالا اینو پیستش کنم اینجا، چه ویژگی هایی این وب اپ باید داشته باشد. خب
دقیقاً اون چیکار گفت برای چی ما گفتن چه ویژگی داشته باشه؟ چون وقتی می‌خوایم اینو به هوش مصنوعی کلاود بدیم خودش دقیقاً براش مشخص کرده باشیم چه اتفاقاتی براش بیفته. این واسه ایده پردازی حداقل واسه ما، یا حتی برای اینکه می‌خوایم از صفر شروع نکنیم و بشینیم بهش فکر بکنیم، این واسه ایده پردازی و حتی تحقیقات خیلی عالیه. خب الان میریم داخل کلاود. اگه ویدیوی استفاده از کلاود رو ندیدید و ثبت نامتوش رو ندیدید، ویدیوشو حتما تو کارت بالا میذارم و همینطور توی بخش توضیحات پایین حتما برید تماشاش بکنید و خیلی وبسایت عالی هستش. خب اینجا الان میخواییم با فارسی باهاش صحبت بکنیم. روی سونت 3.5 هستش. اگه غیر از این بود حتما عوضش کنیم بیاین روی سونت، روی سونت 3.5، چون جزء قوی ترین هست الان و فقط هم میخواییم از این استفاده کنیم. ازت میخوام یک وب اپ در موضوع برام بسازی. این وب اپ باید شامل ویژگی های شامل این ویژگی ها باشد. دو نقطه میریم پایینترش با شیفت و اینتر، همونطور که اینجا گفته میره خط بعدی. اگه بعدم با این مشکل داشتید که با کامپیوتر برین خط بعدی، شیفت با اینتر رو بزنید بچه ها و میره خط بعدی و این بهتون خیلی کمک میکنه. ایجاد و ویرایش وظایف، ویرایش کننده و جزئیات یاداوری ها، جستجو. اوکی، ما اینا رو تا اینجا کپی میکنیم و اینو اینجا پیست میکنیم. یه دقیقه میایم پایین تر. مطمئن شو که این وب اپ دیزاین مدرن و حرفه‌ای داشته باشد. خب ما اینجا اینو اینتر رو میزنیم. اگه بچه با ریاکت و تلیواند سی اس اس آشنا نیستی، الان بهتون توضیح میدم که چیه. توی اگه با نود جی اس آشنا هستین میدونین که از یکی از پلتفرم های لایبری های داخل خود نود جی اس هستش و اون کمک رو اینجا به ما میکنه. حالا این وب اپ بچه ببینید، همین الان یه همچین شکلی اصلا برای ما ساخت. دقیقا این چیزی هستش که الان شما میتونید توی وبسایت ازش استفاده بکنید و همین چیز براتون میسازه. فکر میکنید الان چقدر شما باید مثلا زمان باید میذاشتید؟ اگه خیلی حرفه‌ای باشید ممکنه الان یک 3 ساعت 4 ساعت مثلا ممکنه بشین فکر بکنید چه شکلی اینا براش در بیاد که همچین چیزی باشه، همراه با حالت استایلش هم که باید به صورت جدا باشه که الان اینا رو همراه داخل خودش داره. اما به صورت پریویو میبینید که الان همچین چیزی الان براتون ایجاد کرده. وظیفه خود رو ایجاد بکنید. مثلا اینجا می‌نویسیم مرتب کردن اتاق، مثلا افزودن وظیفه. اینجا الان که چک لیست رو اینجا میزنم و همراه با یاداوری ها این چیزا که اینجا با داخلش اینجا گذاشته و حالا میتونیم هر چیزی اینجا بزنیم. دقیقاً نکو بچه یه وب اپ الان اینجا هست، یه اپلیکیشن هستش که هم توی گوشی اجرا میشه توی وبسایت اجرا میشه و اینا براتون آورده بالا و حالا ببینین که چه قدرتی الان میتونه براتون داشته باشه که شما بتونید از طریق همین وارد بازار کار برنامه نویسی بشید. چون دیگه نیاز نیست برنامه نویس باشید، فقط نیاز دارید خلاق باشید. و بچه ها الان نکته آخری هم که هستش، برای اینکه این بخش فعال بشه، چون این بخش به صورت دیفالت به صورت کلی فعال ده و شما باید اینو دستی فعال کنید، یه تنظیماتی هست به اسم تنظیمات آرتیفکت. خب تنظیمات آرتیفکت برای اینکه فعال بشه شما باید وارد بخش سلاید بار این کنار بشید و وارد ستینگ بشید و بعد از اینکه وارد ستینگ شدید توی این بخش پایین اینجا زده enable artifacts، شما اینو فعالش بکنید و بعد از اینکه فعال کردید شما به دیگه به بخش آرتیفکت اینجا دسترسی دارید. این بخش براتون فعال میشه
و به صورت پریویو اون چیزی که ساختین رو بهتون نشون میده. حالا مثلا میخواییم یک چیز جدید رو بهش اضافه بکنیم. بخش زمان بندی رو که در که از ویژگی های اصلی هست را بهش اضافه کن. حالا این چیز کلیه، میتونیم اینجوری دو نقطه یعنی مشخص، یعنی نه کاربر مشخص کنه که چه بازه زمانی این وظیفه باید انجام شود. و چون بچه الان از صحبت قبلی خودمون، یعنی از کدهایی که قبلا برای ما نوشته اطلاع داره، کمکی اینجا میتونه بکنه اینه که همون کد بازنویسی میکنه و اون جزئیاتی که ما میخوایم بهش اضافه میکنه. و الان میبینی که تاریخ شروع و پایان برای ما اینجا گذاشته و همه اینا چیزی هستش که خیلی الان به ما کمک میکنه بچه و بسیار جذابه. مثلا میگه بازم اینجا میزنیم مرتب کردن اتاق و حالا ما تاریخ اینجا رو ما الان روی الان 8 سپتامبر هست، درسته. تودی هم میتونیم اونجا بزنیم که اینجا بیاد و مثلا میتونیم تا مثلا همون روز مثلا تا فردا. البته ما اینجا باید ساعت هم بهش اضافه بکنیم، چیزی که نکن الان بچه ها جزء ویژگی هستش که الان ما بهش اضافه بکنیم چون الان نیازش رو دیدیم. خب ولی خب حالا واسه تست رفزون اینجا رو میزنیم و الان اطلاعات اینجا واسه ما هم حتی اومد، بدون که اصلا بهش بگیم که اینو توی بخش چیز بیاره، توی بخش وظایفی که ما باید بهش اعمال بکنیم بیاره، خودش تمام این چیزا رو اوورد. انقدر کار ما رو داره قوی و خوب انجام میده. بچه ها خیلی الان نیاز به آدم مختلف توی حوزه برنامه‌نویسی داریم، حتی از طریق همین میتونید پروژه مختلف برای خودتون درست بکنید و پروسه مهاجرت حتی داشته باشید و این چیزی هستش که واقعا به دردتون میخوره. این شکل حتما انجام بدید، تستش بکنید که این اتفاق بیفته. حالا مثلا یک بار دیگه ازت میخوام ویژگی بازه ساعتی رو هم به این وب اپ اضافه کنی. و همین چه الان بچه ببینین یک کدی رو الان داره اینجا واسه ما می‌نویسه. شما هم میتونین از الان برین توی وبسایت های کاریابی پروژه رو قبول بکنید و همون پروژه اینجا اعمال بکنید. و خوبیش چیه که شما میتونید همراه با انجام دادن پروژه ها کدنویسی رو هم یاد بگیرید. حالا پروسه این یادگیری و انجام این کارها ممکنه توی خود همین کلاود اون قدم ساده نباشه، چون بهتون در ادامه حالا بهتون میگم. و من آموزش خیلی بهتری رو دارم به زبان انگلیسی توی پیج انگلیسی زبانی خودم دارم میذارم که هفته پیش شروع کردم و لینکش رو توی هم توی کارت بالا هم توی توضیحات پایین میذارم. اگه توی بحث برنامه‌نویسی و کسب و کارها به صورت بین‌المللی علاقه دارید بچه ها، حتما برید این کانال منو سابسکرایب بکنید و تمرکز هم بچه ها روی این موضوعه که همه آدم ها به صورت بین‌المللی کار بکنن اونجا، چون الان ایران توی وضعیت خیلی بدی هستش. کاری که ما باید انجام بدیم باید تمرکز رو میکنیم روی بازار بین‌المللی و الان ساختارهای بچه ها هستش که ما بتونیم به بازارهای بین‌المللی وصل بشیم. به صورت طولانی مدت ایران داره از بین میره و ما نمیتونیم براش هیچ کاری بکنیم. خب پس ما چجوری میتونیم خودمون نجات بدیم و بتونیم زندگیمون رو بهتر بکنیم، چه حالا داخل ایران چه خارج از کشور؟ اینی که به بازارهای بین‌المللی وصل بشیم. پس برای اینکه بخواین
از این حالت استفاده بکنید حتما کانال انگلیسی زبان منو سابسکرایب بکنید. خب بچه‌ها الان ببینین که الان بازه ساعتی رو اونجا حالا ما تلویزیون دستی وارد بکنیم یا حتی میتونیم اینجا خودمون یکی یکی اینجا انتخابش بکنیم. و الان راستشینش هم حتی کرد. من خودم به این چیز نبودم. دقت نکرده بودم. اما دمش که همین الان ویژگی بعدی رو گفت برای من الان راستشینش کرد. و این چیزی ازش که خیلی اینجا به درد میخوره. و خودم اصلا میتونم اینجا دست کد رو جوری تغییرم. البته نه اینجا کد نمیشه تغییر داد. ولی این استفاده میشه که حتی به بخش بچه دانلود فایل هم داره، یعنی فایلی که اصلا ایجاد کرده همراه با این کد رو شما به راحتی میتونید دانلود بکنید و توی پروژه خودتون هم استفاده بکنید. بازم اینجا میتونیم بزنیم خودم مرتب کردن اتاق در همین تاریخ شروع در ساعت همون 11:17 دقیقه است که همین الان دقیقاً ساعت الان رو نشون میده و الان یکیشون الان انتخاب بکنیم مثلا می‌نویسیم تا مثلا 12:17 دقیقه و اینجا افزودن جون می‌زنیم. خب بچه‌ها الان یه وب‌اپ خیلی خوشگل برامون ساخته شد و الان با تیک زدن چک‌لیست هم الان برامون انجام میده. حالا اینجا مثلا برچسب ها، اشتراک گذاری ها، تمام چیزا رو درست اینجا برام آورده، اما با اینکه اعمال نکرده ما میتونیم اینا رو بشونیم که این بخش رو حتما بهمون اضافه هم بکنه. حالا فکر بکنید که چقدر میتونید کارهای مختلف انجام بدید و فقط به خلاقیت شما و تصورات شما مربوطه که چجوری میتونید این روند رو انجام بدید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و ازش استفاده کرده باشید. خیلی این موضوع جذابه و من و این ویدیو آخرین ویدیویی نیستش که میخوام راجع به این موضوع آموزش بذارم. آموزشی که من توی این موضوع میخوام بیشتر بذارم توی کانال انگلیسی زبان من هستش بنان بن بدر و همون رو جستجو بکنید و همینطور لینکش رو توی پایین و همینطور در کارت بالا هم میذارم. حالا بعد از اینکه این ویدیو الان دیدیم به این بحث برسیم که چجوری حالا باید توی این وبسایت دسترسی پیدا بکنیم و ثبت نامش بکنیم و بعد از اینکه توی کلاود ثبت نام کنیم و کار باهاش میکنیم میبینیم که چقدر از هوش مصنوعی دیگه باهوشتر. پس برای شروع کار با اینجا باید یاد بگیریم که چجوری دسترسی پیدا بکنیم به وبسایت cloud.ai. اگه میخواین یاد بگیریم که چجوری دسترسی رو پیدا بکنید ویدیویی که این بالا گذاشتم رو حتما ببینید.